تا اینجا خیلی اطلاعات خوبی در مورد مدیریت فایل ها و فولدر ها دیدیم. توی ویندوز 7 یک فولدری هست یا یک مجموعه فولدر هست که ما اونو به عنوان لایبرری میشناسیم. این کنار هم کامل مشخص. بذارید من این صفحه رو ماکسیمایز کنم. خب ما اینجا یه بخشی داریم به نام لایبرری. لایبرری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم خودش یک فولدر هست. لایبرری یک فولدر هست که داخل خودش فولدرهای زیر مجموعه دیگه ای داره به صورت پیش فرض. یکی از اون فولدرها داکیومنت لایبرریه که ما معمولاً برای ذخیره سازی فایل هامون از اون استفاده میکنیم. یا بهتر اینجوری بگم، ببینید شما هر چیزی که میخواین ذخیره بکنین، حالا تو درسه بعد بیشتر راجع به اینا صحبت میکنم و میبینیم دقیقاً این رو، شما هر چیزی که بخواید ذخیره بکنید در کامپیوترتون به صورت پیش فرض اون در کجا ذخیره میشه؟ لایبرری. یعنی اولین چیزی که برای شما باز میشه، اولین محلی که برای شما باز میشه برای ذخیره کردن، یکی از فولدرهای داخل لایبرری هست. معمولا ما هر چیزی بخوایم ذخیره بکنیم همیشه اول توی داکیومنت ذخیره میشه. اگر عکس باشه اتوماتیک وار میره توی پیکچر، اگر موزیک باشه میره توی بخش میوزیک، میره توی این فولدرهایی که اینجا به عنوان فولدرهای زیر مجموعه هستن. خب ببینید، پس اینا همه یه فولدرن. آقا چرا شکلشون زرد رنگ نیست؟ قبلا هم گفتم چون اینها فولدرهای پیش فرض خود ویندوز هستن، ویندوز برای اونها یک شکل ظاهری خاص در نظر گرفته که شما میتونید شکلهای فولدرهای خودتون رو عوض بکنید. من تا اینجا از بحث ما خارجه. من تو آموزش ویندوز 7 که در کنار این مجموعه هست که خیلی بیشتر اونجا ویندوز 7 راجبش صحبت کردم به صورت تخصصی تر، راجب این که چطور شکل ظاهری فولدرها رو تغییر بدید صحبت کردم. خب همینجا که گفتم این بحث لایبرری یه چیز دم دستیه، یعنی ما هر چیزی که نیاز داریم میتونیم اینجا ذخیره بکنیم. یه امکان و قابلیت خیلی قشنگ دیگه‌ای که هست اینه که شما خودتون میتونید یک سری فولدرها و اطلاعاتی که دائم باهاشون کار میکنید بیارید و در لایبرری قرارش بدید. اون موقع همیشه جلوی دستتونه. خب نگاه کنین اینجا یه لحظه. بذارید من بیام از فلش مموری خودم توی این فولدر لورد مثلا این اینترو رو کپی بکنم. اول توی بخشی از هاردم، چون نمیخوام از فلش مموری خونده بشه، اینجا کلیک راست و پیست. خب الان این روی هارد من، روی پارتیشن سی من در فولدر NP هست. یه چیزی هم هست که دائما باهاش سر و کار دارم. خب من کلیک راست میکنم اینجا و یه گزینه ای دارم به نام include in library. من میتونم این فولدر رو که اینجا دارم به هر کدوم از فولدرهای توی لایبرریم که الان هستن اضافهش بکنم. خب بزنید دقیقا داخلش. خب محتویات این کامل مشخصه، این همشون عکس هستن، چیزایی که داخل اینن. انتخابش هم بکنم مشخصه، الان اینجا مشخصه که فرمتش PNGه. خب بذارید من برگردم اینجا، کلیک راست میکنم و میام سراغ including library و پیکچر رو انتخاب میکنم. خب حالا بیایم سراغ library و پیکچر. میتونستم مستقیم اونجا رو پیکچر کلیک کنم و مخصوصا اومدم از عقبتر که ببینم. الان شما دارید میبینید که دوتا فولدر که از قبل بود و تمام آیتم هایی که توی اون فولدری هم بود که من اون رو اد کردم، اضافه کردم به لایبرری، اینجا اومدن قرار گرفتن و مسیرش هم برای من نوشته که اینها چی هستن. اینها الان از پارتیشن سی فولدر NP دارن خونده میشن، یعنی کاملا اینجا مشخص است. خب اگر من یکی از اینها مثلا این رو اینجا حذف بکنم، دیلیت. آقا مطمئن میخوای حذف کنی؟ بله. حالا بریم سراغ فولدر NP، این اینترو، ببینیم آیا اینجا هم حذف شده یا نه. بله حذف شده، یعنی وقتی اونجا تو لایبرری حذفش کردم اینجا هم داره حذف میشه. در واقع اینجوری بگیم تو لایبرری اینا منتقل نشدن یا کپی نشدن تو لایبرری ها، لایبرری فقط اینا رو دم دست اونجا یه آدرس ازشون گرفته داره به ما نمایش میده. همین، فقط برای اینکه کارمون یه مقدار راحت تر بشه. خب
من میام اینجا روی پیکچر کلیک راست میکنم و پراپرتیز رو میزنم. توی این پراپرتیز لیست تمام فولدرهایی که توی لایبرری من اد شدن در پیکچر برا من اومده. اگر بخوام این رو از لایبرری خارج بکنم، انتخابش میکنم و ریموو رو میزنم. حذف شد و اوکی. حالا اینجا رو نگاه کنین، دیگه تو پیکچر اونا وجود ندارن، اما تو فولدر np سر جای خودش هست اینها. حالا یه کار دیگه بکن، کلیک راست اینکلود لایبرری، یه گزینه ای دارم به نام کرییت نیو لایبرری، کلیک میکنم. این بار چه اتفاقی افتاد؟ این بار مستقیما اومد در خود لایبرری یه فولدر جدید اضافه کرد به نام اینترو. استفاده از لایبرری تو ویندوز 7 خیلی کمکتون میکنه، یعنی اگه با یه سری فولدرها دائما سر و کار دارین، خیلی بهتره که اونا رو توی لایبرری اد بکنین و هر زمان که میخواین اینجا ازشون استفاده بکنین. پس دیدین که من به راحتی هم خودم تونستم توی لایبرری فولدر اد بکنم و دیدید که میتونستم توی یکی از فولدرهای لایبرری هر اطلاعاتی که میخواستم بیارم و نمایش بدم. حالا هر کجای هارد دیسکتون باشه مهم نیست و شما خیلی راحت میتونید هر اطلاعات مختلفی رو بیارید و توی لایبرریتون قرار بدید.